باروخ هاشم، کلاس دیگر، بحث دیگر از هلاخوت کشروت رو، کوشر کیچن، آشپزخونه کاشر رو با هم دیگه مرور میکنیم که بشه تمام مصلحت. همطور که بارها گفتیم، ببینیم با معده کاشرمون میتونیم یک زندگی کاشر و نشامه کاشر برای خودمون تهیه بکنیم، چون فقط مزوزای کاشر یا تفیلین کاشر یا سیسیت کاشر نیست که در قدوسیت نشامای ما میتونه موثر باشه، همینطور هم غذای کاشر که تا چه حد خداوند از همون ابتدای تولد هر نوزادی حواسش به خوراک مقدس و کاشر هست، که میگه فعلا از شیر مادر استفاده کن تا کم 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 نشامات یه ذره در این دنیا عادت بکنه. بعد میریم سر چلو کباب و چلو خورشت و آشرشته و سوشی و دیگه بقیه غذا. اول به فکر نشامات باش، بعد به فکر شکمت. درستی که داره خداوند از همون ابتدا تو کلاس اول ابتدایی بعد از اتاق زایمان داره به ما یاد میده، همینطورم در 9 ماه بارداری جنین در شکم مادرش از چی تغذیه میکنه؟ از بند ناف. هنوز باز خداوند داره به ما میگه تغذیه کاشر در رشد روحانی شخص موثر. پس فقط این خوراکی که ما میخوریم، این خوراک جسممون نیست، این خوراک روحمون هم هست. مواظب باشیم. خیلی هستن یک دوایی مصرف میکنن برای فشارخونشون، اما آیا این دوا که برای تپش قلبشون یا فشار خونشون میخورن، برای کبدشون، برای جگرشون، برای کلیهشون، برای ششون، آیا مفیده؟ یا اینکه بعد یه دوای دیگه بخورن که این دوای روی ششون، روی کبدشون، روی کلیهشون تأثیر سو نگذاره؟ پس همینطور ما غذایی که میخوریم برای این که انرژی بگیریم، چاق بشیم یا حوصله و رفع گشنگی بکنیم، آیا ضرری برای نشامامون نداره؟ پس غذایی که ما میخوریم فقط برای جسممون نیست، برای روح و روانمون هم هست. پس باید چقدر مواظب باشیم که میام یه چیزی رو درست میکنیم، ده تا چیز دیگه رو خراب نکنیم. ببینیم امروز با هم دیگه کلاس آشپزخونه کاشر چقدر به ما بیداری و هوشیاری میده که با هر لقمه که میخوریم نشامات رو فراموش نکنیم. www.torahelp.com کلمه سواد برای سپورت و حمایت از مخارج و هزینه کلاس‌های تلویزیونی، تلفنی و رادیویی که داریم، که بتونیم این پیام تورا را هرچه بهتر و بیشتر و واضح‌تر و بهتر به گوش همه برسونیم، مخصوصاً تمام افراد بنی اسرائیل که هنوز فارسی زبان هست، هنوز فارسی میفهمن، در اقصی نقاط دنیا از آمریکا گرفته تا مالزی، که بتونیم با تورا همبستگی خودمون رو با خداوند بیشتر بکنیم. تسکرم اسفوت. ببینیم زخوتمند امروز کیه که در شفا براخا رو بخواد برخوش باز بکنه. به چه شانسی آوردم خانم راحل گیدانیان. تسکرم اسفوت. قبول باشه به صورت تو بود.
شادی ها در خانواده و در هر هدف و برنامه و پلنی که در زندگی دارید به خوبی با روسفیدی و دلگرمی باشه. در ادامه بحثمون هستیم هلاخوت کشرود. ببینیم کی یادشه ما هفته پیش چی خوندیم. در مورد ماهی با شیر با لبنیات صحبت کردیم، درسته؟ اونایی که یادشونه قبوله؟ یادتونه؟ بله. یادتون باشه یه بحثی هم داشتیم در مورد این که گفتیم دو تا دیگ گوشتی و شیری رو آیا میشه روی گاز گذاشت؟ میتونیم بلت زربداری بذاریم. میبخشید ربای، میشه این قسمت رو دوباره تکرار کنیم؟ مال دوتا ظرف رو، چون گفتیم که روی گاز نیست، روی میزه. آره همون، دارم دنبال حلاخاتش میگردم. اجازه بده. نه بالای گاز هم گفتن. آره جنی آمده اوکی. یه بار دیگه این حلاخاتو میخونیم. یش عمریم شمتالیتن کدرات بسار و کدرات حلاو زو اسل زو. عقیده اول میگه بعضی هستن یش عمریم که متاره که آدم دیگه گوشتی رو بغل دیگه شیری بذاره و نمیگیم که امکان داره قطرات یا ذرات این دیگ به اون دیگ سرایت بکنه. میام از این برداریم یا خودش قطراتش از این ور به اون ور بره. به یه شمریم ده میکل مکام یش لحر حکت زد زو میزو میشوم نیساسات. عقیده دوم میگه خوبه که یه ذره فاصله بینشون باشه که میایم از این ورداریم چیزی از این نپاشه اون یکی. و خیلی در تا پریخاداش، و این هم عقیده یکی از روشنیم پریخاداش شتوب لیزار لخط خیلا شلولیتن کد چل بسر و کد چل حلاب به تباحت. میگه حتی اگرم یه باکسی یا یک صندوقی داریم غذای شیری رو با غذای گوشتی توی صندوق توی باکس نذاریم توی جعبه. حرف توضیح میدن، اما اگر یک کدوم از اینا سرپوش داره، سرش بسته است، دیگه چی برسه اگر هر دو؟ اشکالی نداره. و حرام اینجا میاد تاکید میکنه به کل شکنشیش لیزاهر شلون لحنیحان اسل ها اش زو اسل زو. و صد البته که اگر زیرشون آتیشه مثل روی گاز که
یه شعله غذای دیگه گوشتی نذاریم بغلش شعله دیگه غذای شیری. صد البته که باید این فاصله شون حفظ بشه، بیشتر باشه، که مبادا این حالت گرما یا بخار اینها به اون یکی سرایت بکنه. مش اصول لها علود الشلحان حد بسر و حلا بلوه کر. ما میدونیم موقعی که روی میز صبحونه خوری، روی میز نهار خوری، روی میز غذا خوری دو نفر، یکی داره غذای گوشتی میخوره، کتلت و گوشتی میخوره، همبرگر، اون یکی داره پیتزا میخوره، غذای شیری میخوره، باید بینشون یه هکر، یه علامتی باشه، مثلا یه گلدونی بینشون باشه یا یک حالت دو سه تا کتاب بینشون باشه، یه علامتی باشه که مبادا شخص حواسش بره پرت بشه اشتباهی از غذای هم بخورم ولا الی آخر. هدفکا بشنه بنی آدم همه کریم زد زد. این در مورد دو نفر صحبت میکنیم که همدیگه رو میشناسن، با همدیگه خودمونی هن و امکان اینکه از غذای همدیگه بخورن هست. میگیم پس یه گلدون، یه هکر، یه علامت بینتون بذارید که چی؟ که حواستون باشه که این گوشتی میخوره تو شیری، از هم غذا تعارف نکنید نخورید. اول اخنساین اخسناین شئین مکرم زیدزه موتا. اما دو نفر که مهمونن همدیگه رو نمیشناسن یا رفتن پارک، روی نیمکت پارک یا روی میز پارک یکی همبرگرشو در آورده داره میخوره، اون یکی پیتزاشو در آورده داره میخوره، چون اینا همدیگه رو نمیشناسن احتمال اینکه به هم تعارف بکنن یا از غذای هم بخورن رو نداره. میشه هنوز روی یک میز این گوشش، این داره گوشتی میخوره، اون گوشش داره اون طرف لبنیات و یا دیری و یا شیری میخوره. همینطورم حالا میفهمد حسائد به میسعدا سیبورید متعلق خود با صاحبشون خان چاخر شینو مکی رو خلال آب گوینا به این بازه حشش. بعضی از رستوران ها هست که اینها یا مثلا توی فرودگاه باز مجددن جنبه عمومی داره. باریکرده میگه مثلا تو فرودگاه یا جای عمومی که آشنا غیر آشنا غریبه همه میان اونجا رو میز میشینن غذا میخورن، چون همدیگه رو نمیشناسن و با همدیگه به اون صورت نزدیک نیستن، میتونن هنوز یه گوشه شیری بخورن یه گوشه گوشتی. ولی اگر میشناسن پس در نتیجه توی منزل مخصوصا یه بچه میخواد گوشتی بخوره، یه بچه میخواد لبنیات شیری بخوره، یا دو تا میز جدا یا دو تا سینی جدا یا یه چیزی بینشون هکر علامتی باشه که به فکر یا به تعارف یا به این که با هم از هم غذا هم دیگه بخورن نیم. افیلو عرب توضیح میدن افیلو همه کریم زد زد این آسو شوم هکر که گون شکل خواد اخل المپا شلو و افیلو اخنیم المپا خواد اما نوتنیم بنیم پت لهکر را متلم لخول بسر و گمنار شلخان الاخ بسر خانیخ اتا هکر به امسا بنیم بلو بسر در شلخان. حتی اگرم بگیم توی منزل بچه ها یا توی جایی که همدیگه رو میشناسن، دو نفر همدیگه رو میشناسن، سر یه میز میشینن، یکی داره گوشتی میخوره، یکی داره ماسین میخوره، اگر هر کدوم سینی خودشونو دارن
یا هر کدوم سفره خودشونو دارن، اینم کافیه. اما اگر روی یه دونه سفره دارن میخورن، اون موقع است که باید بینشون یه هکر یه علامتی باشه، میگه حتی میتونه یه تیکه نون باشه بینشون، همین که ببینن که یک چیزی که معمول اینجا نمیذارن گذاشتن اینجا بینشون. افیلو این هیت خیلو لخول شاردواریم علم بود میوحدود و آخر کاخ ویولیف نیم بسار لگیونا هاوه هکر به این سر ریتر مبود میوحدود اول این درکان میسو تمید علم بود میفردود لو هاوه هکر. عرب توضیح میدن اگرم شروع کرده بودم به غذا خوردن، سالاد، چیزای غیر گوشتی، غیر لبنیات، روی سفره‌های مخصوص و بعدش براشون هر کدوم گوشت، غذای گوشتی یا غذای ماسی آوردن، چون از اول شروع کرده بودن روی سفره‌های مخصوص بخورن، خود این چیه؟ علامته هکر. لازم نیست که بیان مجددن یه علامت دیگه بذارن. اول این درکام لیس او تامید علما پود نفرادوت لحبه هکه. اما اگر معمولا حتی اگرن بگیم توی منزل بچه ها دوتایشون دارن لبنیات میخورن، هنوز دوتایشون تو دوتا سینی جدا میخورن، تو دوتا سفره جدا میخورن، پس این سینی جدا غذا خوردن علامت نیست، چون همیشه هر کسی تو سینی خودش میخوره، فرق نداره چی داره میخوره. اون موقع است که باید یه علامت اضافه بگذارن که با اینکه تو دوتا سینی جدا دارن میخورن، هنوز این غذای گوشتی با اون غذای ماستی اشتباهی گرفته نشه. کل شمکریم زد زه افیلو مکپیدین زل زه اصول اخول بازار گیونا به شرخان انخان که حتی دو نفر که آشنا هستن و سر یک میز دارن غذا میخورن، ولی این آشناه بگیم با همدیگه خیلی مکپیدن، که کسی از غذا اون یکی نخوره، کسی با اون غذا اون یکی دست نزن، هنوز نمیتونن بدون هکر، بدون علامت غذا بخورن، باید یه علامتی بینشون باشه اگر دو تا غذای گوشتی و ماسین دارن. به یه شمرین چه کرش مک بدیم زلزه مطالعه خوبشون خواهران زه بسار نزه گوینار شروع علی ده هکر. اما عقیده دوم میگه چی؟ میگه همین که مک بیدن، یکی به اون یکی حالت مواظبت داره که کسی به قضاش دست نزنه و الاخر، این خودش دیگه یک نوع مواظبته، ولی حالا میفرماد هلاخا مثل عقیده اوله که فرق نداره، هنوز باید هکر علامت بین کنه. برک احه مسئوله میشون شما گیریم و اینکار دارد یه شمرین یه عقیده میگه راستش یه ذره هم فرق میکنه قانون، اگر یه نفر پول این دوتا سعودا رو داده باشه، بگیم مثلا شخصی هم برای دوستش
همبرگر میخره، هم برای پسر خالش، و اینا هم دیگه رو نمیشناسن، ولی یه نفر پول غذای هر دو رو داده. هر دو مثلا تو رستوران و توی ساندویجی یا توی یه جا پارک با هم دیگه، و هر دو هم یه نفر پولشون رو داده. میگه چون یه نفر پول هر دو رو داده، عقیده اول میگه مثل اینکه همدیگه رو میشناسن و نمیتونن بدون هکر و میگه لو مویل هکر بعد کاملا دوتا میز جدا باشه، چون همدیگه رو میشناسن. یه نفر پول هر دو اینا رو داده، غذا رو داده، و امکان داره که بگن حالا مگه چیه. اما عقیده دوم میگه هنوزم همون هلاخایی که گفتیم، که اینکه یه نفر پولشون رو داده دلیل نمیشه که اینا با همدیگه خودمونی بشن و از غذای همدیگه بخورن. هنوز میتونه یک علامتی بینشون هکر باشه و هنوز سر یک میز بشینن. اگه دوتا نپکین دیفرنت رنگ یا دوتا سفره دیفرنت رنگ بذارن جلوشون میشه؟ گفتیم دوتا سفره مختلف که صد البته دو تا سفره مختلف برده. البته نه اینکه به هم سفره ها چسبیده باشن، یه ظرف بینش فاصله باشه، و مثل دو تا سینی مختلف. نه سینی ماشه ماین لیتن پتل شلخان شو اخلیم حالا با سابو گوینا او دفکر کشین اخلیم اپر. گفتیم یه عقیده ای گفت حتی میتونه یه تیکه نون باشه بینشون، این خودش هکر علامته که حواسشون باشه که یکی از اون یکی قضا تعارف نکنه یا نخوره. در مورد نونی میگیم که ازش نمیخورن، هر کسی نون خودشو داره، از این نون وسطی که بینشون نمیخورن. اما اگر از این نونه هر کسی یه تیکه ورم داره میخوره به سیکمو به نمشه رو خون میپدزوش این نخوام کیفسک اول این مخلی ملیخم افیل و این رگ اخاد می مخلی محبت این مای لرگی در خود. اما اگر هر کسی از اون یکی میخوره، از این نونه حتی یه نفرشون هم میخوره، هنوز علامت به حساب نمیاد. بخین این هینی خوشم پروساله که من خواهر ریدینم لیاد پروسالا شلخان امان لکر. همینطور هم اگر یه تیکه نون بذارن، یه سلایس نون، یه تیکه نون بذارن، اونم به عنوان هکر علامت به حساب نمیاد، چون معمولا روی میز تیکه نون قرار میگیره. کن کن شتیار شین درخ لحنی خال اشلخان مائی لحنی خال که افسک اشلخان شو اخری مالا بسر بگیوینا. بطری نوشابه یا بطری نوشیدنی که معمولا رو میز نمیذارن، مثلا یه بطری بزرگه یا بطریه که معمولا رو میز نمیذارن، میتونه اون با عنوان هفسک، با عنوان هکر، با عنوان یک فاصله بین این دو طرفه این باشه. کسی که داره گوشتی میخوره با ماسی سریع میز، حتی اگرم از این بطری بزرگه یا از این بطری که معمولا رو میز نیست میخورن، مینوشن. اما اگر این نوع بطری معمولا روی میز هست، از نظر زیبایی، از نظر کوچیکی یا هر چیزی، معمولا این نوع بطری رو روی میز میذارن، پس این مانع حفظک به حساب نمیاد. در جهارا می فرماد بطری های امروزه
اینا به حساب نمیان، چون معمولا اینا جوری درست میکنن که طرف بخواد سر میز باشه استفاده بشه، کوچیک، کرگور ورگور تو دست جا بشه، زیبا، قشنگ. همینطور هم لیوانهای آبخوری یا نوشیدنی به حساب نمیان. پس به ذات داشتیم که بتونیم همه اینا رو به خوبی رعایت بکنیم و با قدوسیت کشروت به قدوسیت نشامامون اضافه کنیم. بارو خشم لولم. آمین. 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 آمین.